سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، فقر در افغانستان و دشواری در ایران. مهاجرین افغان در جویها و خرابه ها میخوابند. افعب بین ملل، طالبان پس از تسلط بر افغانستان قتل های تلافی جویان انجام دادند. ادعای تصفیه قومی در کمیسیون اصلاحات اداری، پشتو بلد نیستید منفک شده. گالو، بدبختی در افغانستان به سطح بی سابقه رسیده است. و همچنان در پایان، تلویزیون دولتی در پنجشیر امنیت سرتاسری تأمین است. به نام خدا و با درود سلام به کانال خبری ما خوش آمدین. مشروع خبرها، گالو، بدبختی در افغانستان به سطح بی سابقه رسیده است. تصمیم اخیر طالبان مبنی بر زیر پا گذاشتن وعده‌شان در خصوص به مکتب رفتن دختران از صنف ششم به بالا یادآور این است که زندگی افغان‌ها از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال گذشته تا چه حدی تغییر کرده است. و بررسی های گالوب در کشور نشان می‌دهد که اوضاع بهتر نشده است. روزنامه ادلاتر روز می‌نویسد در شرایطی که طالبان در سال گذشته بر افغانستان تسلط یافت، تقریبا همه افغان‌ها 94% زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی کردند که بدبختی تلقی می شود. این نه تنها رکورد بالا برای افغانستان بود، بلکه بالاترین میزان بدبختی است که گالوب از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2005 در کشورهای مختلف ثبت کرده است. گالوب افرادی را بر اساس مقیاس نبردان کانتینرل پله‌های شماره گذاری شده از 0 تا 10 به عنوان موفق در حال تقلا یا بدبخت طبقه بندی می کند. کسانی که به زندگی کنونی خود و زندگی خود در 5 سال آینده رتبه 4 یا کمتر می دهند در طبقه بدبختی گنجانده می شوند. گالوب افغانستان را در شرایطی بررسی کرد که طالبان کنترل را به دست گرفتن و ایالات متحده و کنترل کامل عقب نشینی کرد و وضعیت اقتصادی در حال حاضر و وخامت اوضاع در افغانستان را تجدید کرده است. با این حال، از آنجا که خشونت ناشی از اقدامات طالبان در جریان تهاجم طولانی مدت و سرانجام تسلط این گروه افزایش یافته و به افزایش ادامه می‌دهد، احساس بدبختی از سال 2017 روند سعودی داشته است. تقریبا همه زنان و مردان افغان بدبخت هستند. زنان افغان در حال حاضر تقریبا بدبخت‌ترین زنان جهان هستند، به طوری که 96% از زنان در این کشور زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی می‌کنند که بدبخت تلقی می‌شود. برای اولین بار از سال 2012 درصد زنانی که خود را بدبخت می‌دانند نسبت به 92% مردان افغان که خود را بدبخت می دانند بیشتر است. در بسیاری از ارزیابی های گالوب، مردان افغان بیشتر از زنان بدبخت ارزیابی شدند. زنان افغان نسبت به مسیر زندگی خود در آینده بدبین هستند. با توجه به اینکه طالبان زنان را از کار در هر حرفه ای بجز مراقبت های صحی یا آموزش ابتدایی محروم کرده، برای مسافرت زنان به تنهایی موانعی به وجود آورده و آنها را از تسهیلات متوسطه و عالی منع کرده. این بدبینی تعجب برانگیز نیست. وقتی از آنها پرسیده شده که از صفر تا ده به زندگی خود در 5 سال آینده چه نمره‌ای می‌دهند، در سال 2021 میانگین امتیاز 1.8 بود که پایین‌ترین سطح در روند جهانی گالوب برای زنان در هر کشوری است. برای مردان در سال 2021 میانگین امتیاز 2.1 بود. بدبختی در افغانستان همه جا حاضر است. به طور کلی تفاوت اندکی در میزان بدبختی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد. هیچ یکی از پاسخ دهندگان در هیچ منطقه زندگی خود را به اندازه بالا ارزیابی نکردند که موفق محسوب شوند و در تمام مناطق 87% یا بیشتر از افغانها زندگیشان را به اندازه ضعیف ارزیابی کردند که بدبخت تلقی می شود. زمانی که بر اساس سطح درآمد بررسی شد، تمام فقیرترین افغانها زندگی خود را به اندازه ضعیف رتبه بندی کردند که بدبخت تلقی می شوند.
تنها در میان ثروتمندترین های آنهایی که در 20% بالا درآمد قرار دارند، کمتر از 9 نفر از هر 10 نفر بدبخت تلقی می شود. هیچ یکی از پاسخ دهندگان در هیچ سطح درآمد زندگی خود را به اندازه بالا ارزیابی نکرده که موفق محسوب شوند. بدبخت در افغانستان به مقیاس بی سابقه رسیده است. در هیچ کشور دیگر از زمان شروع این روند در سال 2005 درصد عظیمی از جمعیت زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی نکردند که بدبخت تلقی شوند و افغان ها امید چندانی ندارند که وضعیت آنها به زودی بهبود یابد. و ویژه برای زنان افغان، آینده بدون دسترسی به آموزش برای دختران این کشور تاریک است. در هفته های اخیر توجه جهانی از افغانستان منحرف شده، اما بحران در این کشور کاهش نیافته است. آژانس های کمک های بشر دوستانه قبلا درخواست های ناامید کننده برای تامین مالی برای ارائه کمک های صادر کرده اند. از جمله بزرگترین درخواست کمک برای یک کشور تا کنون توسط سازمان ملل و قبل از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورها متحد شدند که مقدار قابل توجه کمک کنند. با این حال در پی بحران اوکراین مشخص نیست که چه مقدار کمک اضافی در راه است. همچنان این در حالی است که آماج نیوز در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می‌نویسد: تلویزیون دولتی زیر اداره طالبان در پنجشیر امنیت سرتاسری تامین است. با دنبال شکست طالبان در جنگ اندراب و پنجشیر و گسترش فعالیت جبهه مقاومت، تلویزیون دولتی زیر اداره طالبان به نقل از مقام‌های محلی پنجشیر نوشته که امنیت سرتاسری در مرکز ولسوالی های این ولایت به طور رسمی تأمین شده است. در همین حال حملات نیروهای طالبان بر مواضع جبهه مقاومت ملی پنجشیر و اندراب ها در روزهای اخیر افزایش یافت. گفته می شود که تلفات سنگین برای نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب ها و ولایت پنجشیر وارد شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. ما آخرین جزئیات از افغانستان و جهان را برای شما به نشر خواهیم گذاشت.